سلام و وقت شما بخیر. به برنامه پس از خبر امشب خوش آمدید. مهمان امشب من آقای عبدالله الدارداری، نماینده مقیم یوندیپی در افغانستان است. امشب بیشتر بحث ما روی پروژه های انکشافی یوندیپی و اهداف توسعه پایدار در افغانستان خواهد بود. Welcome Mr. Dardari to our program. اجازه بدهید پرسش های خود را در مورد پروژه های یوندیپی آغاز کنم. در حال حاضر شما روی کدام پروژه ها بیشتر تمرکز دارید؟ UNDP has been in Afghanistan for 52 years now. So شما میفهمید که UNDP بیشتر از 50 سال می شود که در افغانستان است و تاریخ اقتصادی آن هم در بخش بازسازی و اهداف انکشاف پایدار به همین زمان می رسد. ما در اخیر دوره برنامه های خود قرار داریم و حالا در حال زمینه سازی در قسمت بعدی از اجرای برنامه های خود که در سال آینده باید آغاز شود قرار داریم. چیزی که بسیار مهم است این است که چگونه UNDP از دو عنصر اساسی حمایت می کند. یکی این که ما چگونه می توانیم ادغام اهداف توسعه پایدار در سطح ملی، محلی و سکتوری را حمایت کنیم و در عین حال چگونه می توانیم از سال حمایت کنیم. این دو چیز بسیار مهمند. تمرکز ما این است که چگونه می توانیم اقتصاد صلح را نسبت به اقتصاد جنگ در افغانستان حمایت کنیم. شما پیش از این به عنوان مشاور ارشد در بانک جهانی نیز وظیفه انجام دادید. چگونه این تجربیات شخصی شما میتونه در انکشاف پروژه ها در افغانستان مؤثر واقع شود؟ تماما این تجربیات در مدت 35 سال در جایها و کشورهای مختلف یک درس اساسی را به من آموخته است که راه دخول برای انکشاف اقتصادی و صلح اعتماد در میان مردم و اعتماد در میان سازمانها و مردم است. اگر ما بتوانیم برای تقویه این اعتماد کار کنیم و مطمئن شویم که مردم برای سرمایه گذاری در اینجا اعتماد دارند، مردم برای رای دادن اعتماد دارند و مردم اعتماد دارند که اطفال خود را به مکتب و دانشگاه ها بفرستند، آینده روشن خواهد بود. این چیز طبیعی است که تجربه من برای من میگوید و به همین خاطر من روی همین مسئله بیشتر در افغانستان تمرکز دارم. بیشتر شما در مورد اهداف انکشاف پایدار صحبت کردین. میشه بگوین که اهداف انکشاف پایدار چی است و چرا برای اجندای افغانستان اینقدر اهمیت دارد؟ The 17 sustainable development goals with their indicators have been agreed. روی 17 عنصر اهداف انکشاف پایدار با تمام مشخصات آن در جامعه جهانی توافق شده است و این بار در حقیقت آنها یک تعهد بین المللی است و این دولت افغانستان است که باید برای پیشرفت آنها از خود تعهد نشان دهد. حال چیزی که UNDP باید در چند هفته آینده انجام دهد این است که دولت افغانستان را برای فهم بیشتر و اجرای برنامه‌های اهداف انکشاف پایدار کمک کند. وظیفه ما برای دولت فراهم آوری وسایل است. مقصد من از وسایل چه است؟ دولت باید بفهمد زمانی که من میخواهم به طور مثال اهداف را در بخش صحت تطبیق کنم چگونه این میتواند روی اقتصاد بزرگ تأثیر گذار باشد. اگر من سرمایه گذاری را در بخش تعلیمی کاهش یا افزایش دهم این برای اهداف انکشافی دیگر چه معنی خواهد داشت؟ اگر من بخواهم در مورد کاهش فقر تمرکز کنم چگونه یک طرح اقتصادی نیاز است که من داشته باشم؟ بنابراین وظیفه ما به عنوان UNDP این است که دولت را ناگزیر بسازیم تا از این گزینه های سخت یکی را انتخاب کند. اینها یک تمرین بسیار ساده نیست. اهداف انکشاف پایدار یک نشانه بسیار مهم برای آینده است. چیز بسیار مهم در مورد اهداف انکشاف پایدار این است که کجا ما می خواهیم برویم. تا سال 2030 افغانستان باید کجا باشد و اینکه گزینه های دیگر در بخش پالیسی، سازمان ها و سیاست مالی برای رسیدن به اهداف کدام ها هستند. تشکر، بسیار عالی. تا به حال UNDP چقدر پروژه ها را توانسته در افغانستان عملی کنه؟ آیا تطبیق این پروژه ها در زندگی اقتصادی مردم کدام تحول آورده؟ نخستین پرسشی که به محض آمدن من از من پرسیده شد این بود که چگونه ما می توانیم بر زندگی عام مردم تأثیر گذار باشیم.
فعالیت های ما در زمینه های مختلف است. ما یک تعداد موفقیت های فوق العاده هم داشته ایم و در عین زمان ناکامی های هم داشته ایم. بنابراین روی کرد راهبردی که ما در حال حاضر با آن سازگاری داریم این است که ما در حال گذار از یک پروژه به پروژه دیگر هستیم تا به یک روی کرد که مقصودمان است برسیم. به خاطر که شما با فقر بدون در نظر گرفتن حکومت مقابله کرده نمی توانید. شما بدون در نظر گرفتن ظرفیت های بنیادی یا تغییر اقلیم مقابله کرده نمی توانید. من برای شما یک مثال می دهم. در افغانستان سال گذشته زراعت و گندم افزایش یافت. اول این که چون یک فصل بارانی خوب بود، اما در عین حال چند عنصر دیگر سبب کاهش فساد در زراعت و تولید شد. این کاهش فساد در زراعت و تولید مهمتر از بارانهایی بود که سبب افزایش تولید شد. بنابراین ما بیش از این نمی توانیم که دیدگاه های جداگانه نسبت به زراعت و فساد داشته باشیم. ما دیگر نمی توانیم که یک دیدگاه جداگانه نسبت به حکومت داری و یک دیدگاه جداگانه نسبت به تحصیل داشته باشیم. بنابراین وظیفه ما این است که باید یک چارچوب عملی را آماده بسازیم تا رویکردهایمان ممد واقع شود، چون راه های زیادی برای انکشاف وجود دارد. انکشاف چیزی است که چی میگن برش؟ یک روند یادگیری گام به گام و منظم است. این یک رویکرد نامنظم نیست و نیاز است که این روند توسط مردم برای مردم و به خاطر مردم باشد. And development is something of a, what we call a societal learning process. It is not just with a bureaucratic institution. It has to be with the people, by the people, for the people. Yeah, thank you. You just talked about the corruption. Do you have تشکر از شما. در مورد فساد صحبت کردین. آیا شما گروه های نظارتگر از پروژه هایی که توسط UNDP تطبیق یا عملی میشن دارین تا از کارکردهای این پروژه ها نظارت کنن؟ Just for observing and evaluating of the projects. Let me be very candid. We in UNDP have zero tolerance. برای ما UNDP فساد به پایین‌ترین سطح آن هم قابل قبول نیست. ما 100% تلاش می‌کنیم تا در مقابل فساد مبارزه کرده و از آن جلوگیری کنیم. دست کم در پروژه‌هایمان. چیزی که پرسش شما بود، اما من 100% اطمینان از نتیجه خوب نمی‌توانم بدهم. ما در حال تلاش برای بهبود بخشیدن کارشیوه‌مان از بحر جلوگیری و کنترل این گونه فسادها هستیم. من فکر می‌کنم اگر می‌خواهیم که موفق باشیم یا افغانستان موفق شود که اهداف ما هم است، یکی از کلیدی‌ترین راه برای موفق شدن مسئله فساد است. بدون آن اعتماد وجود نخواهد داشت و بدون اعتماد هیچ پیشرفتی وجود ندارد. And Afghanistan wants to succeed, which is our objective, is corruption question. Without it there will be no trust and without trust there is no development. Okay. So پرسش دیگر من این است که در کدام ساحات افغانستان بیشتر پروژه های شما تطبیق میشه؟ میشه در این مورد بیشتر بگوین؟ What do you tell us about this? Look, now we have about 27 projects. Yeah. You know, from در حال حاضر ما 27 پروژه داریم. در بخش حمایت از مبارزه بر ضد فساد، امنیت و دسترسی به عدالت تمام افغان‌ها به ویژه خانم‌های افغان. این یک طرح جدیدی است که ما روی آن در حال حاضر کار می‌کنیم. ما برنامه‌های در بخش انکشاف زراعت و مالداری داریم که تولیدات زراعتی بدیل مواد مخدر شود. برنامه‌های در مورد محیط زیست و تغییر اقلیم داریم. اما من برای شما گفتم که ما در مرحله‌ای هستیم که بسیاری این پروژه‌ها رو به اختتامند. همین حالا که ما صحبت میکنیم، گروه ما در دفتر مصروف طرح‌ریزی یک برنامه جدید هستند و این طرح یک برنامه خرد و مجزا نیست، بلکه یک برنامه بسیار بزرگ است. اینها پروژه های UNDP نیستند، اینها پروژه های افغان ها هستند که ما حمایت میکنیم. هیچ پروژه UNDP پس از این وجود ندارد، پروژه ملی هستند که ما از آنها حمایت میکنیم. خب میخوام از شما بپرسم که چقدر از این پروژه ها در هماهنگی با دولت افغانستان تطبیق میشن و آیا پروژه های شما مستقلن؟ هیچ چیزی نیست که مستقلانه انجام شود، به خاطر که ما در خدمت افغانستان و مردم افغانستان هستیم. تمام پروژه های ما می خواهم نسبی صحبت کنم. من نمی خواهم بگویم که 100% دقیق است. تمام پروژه هایی را که ما معامله می کنیم پروژه های اجرایی ملی هستند. تطبیق این پروژه ها به وسیله سازمان های دولتی صورت می گیرد و این رویکرد در آینده ممکن بیشتر تقویت هم شود. ما درک می کنیم که دولت در پروژه های کمکی که خود در دولت بودجه نمی پردازد بسیار مشتاق است و ما این رویکرد را هم حمایت می کنیم. What they call on-budget financing of projects, and we will be supporting that direction as well.
Mr. Dardari, how much the quality of the projects are important for you? آقای دارداری، چقدر کیفیت پروژه ها بر شما اهمیت دارد؟ چون شما را از پروژه ها زمانی که کارشان را درست انجام نمی دهند، میگن که ما برای دولت پاسخگو نیستیم، ما پاسخگو به شرکتی هستیم که از اونها این پروژه را به دست آوردیم. Yes. Look. This is why we are undergoing this drastic. ببینین، از همین خاطر ما یک بازدید جدی را به راه انداختیم که ما در گذشته چه کارهایی کرده ایم، مسائل مهم کدام ها بودند و من این موضوع را چندین بار شنیدم. ما در حال حاضر روی یک برنامه منظم و یک چارچوب جدید کار میکنیم. واقعا چنین مسائل هم اعتبار شما، اعتبار ما و اعتماد شرکای ما را خدشه‌دار میسازد و ما هم به اهداف انکشافی که توقع آن را داریم نمیرسیم. بنابراین پس از این تمرکز ما روی اهداف انکشافی است که مردم عادی افغان آن را در زندگیشان حس کنند. ما طرحهای گذشته را نیز بازدید کرده ایم و روی یک طرح جدید برای توسعه اهداف انکشافی پایدار کار خواهیم کرد. کیفیت در تطبیق برنامه ها باید از مهمترین و نخستین مسئله باشد که تغییر آن را مردم در زندگیشان عملا حس کنند. پرسش بعدی من در مورد پروژه ریکا است. ریکا چگونه یک پروژه است و میشه در موردش بیشتر بگوین؟ Let's agree that one of the most important entry points for peace and economic development in Afghanistan is regional integration. بیایید بپذیریم که یکی از راه‌های بسیار مهم برای رشد صلح و اقتصاد در افغانستان همکاری کشورهای منطقه‌ای است. همکاری اقتصادی کشورهای منطقه با منافع تمام همسایه‌های افغانستان است. برای همه در افغانستان یک فرصت بسیار خوب برای انکشاف و ساخت اقتصاد این کشور وجود دارد. ارتباط میان افغانستان با کشورهای همسایه‌اش یک محور برای رسیدن به صلح است و همچنان این می‌تواند یک محور برای پیشرفت اقتصادی این کشور هم باشد. قسمی که من پیشتر برای شما گفتم، امروز اقتصاد افغانستان یک اقتصاد صلح نیست، یک اقتصاد جنگ است. ما برای تغییر اقتصاد جنگ به یک اقتصاد صلح تمرکز داریم که همکاری های منطقه‌ای یکی از بخش های آن است. ما از پروژه ریکا حمایت می کنیم. چه این پروژه مرکز پژوهش انکشافی باشد که نیاز به مطالعه زیاد تکنیکی در این حوزه دارد و یا پروژه های دیگر که شامل نشست های وزیران هم می شود. بنابراین ریکا برای ما یک برنامه بسیار مهم است. That is going to do a lot of very technical studies on this matter, okay. And through the support of other activities in Raqqa, including the ministerial meetings. So Raqqa for us is a very important program. Okay, that's good. So what do you think? How much? بسیار خوب. چی فکر میکنین که چقدر تطبیق پروژه های مانند ریکا در مستحکمتر شدن روابط افغانستان با کشورهای منطقه تأثیرگذار باشه؟ در حقیقت چیزی را که ما در حال حاضر در پروژه ریکا روی آن تمرکز داریم، تمرین مدل سازی جامع از این پروژه است، جایی که ما بتوانیم یک سناریوی حساب شده و سنجیده شده آن را برای پالیسی احتمالی آینده ایمان به نمایش بگذاریم. به طور مثال، اگر ما بخواهیم که یک تجارت آزاد و کامل را میان افغانستان و همسایه هایش براه بیاندازیم، این برای انکشاف اقتصادی افغانستان و همسایه هایش چه تأثیر خواهد داشت؟ ماموریت ما حالا این است. اگر ما برق را میان افغانستان و کشورهای همسایه‌اش وصل بسازیم، چه تأثیر روی کاهش فقر خواهد داشت؟ به همین شکل تأثیر آن روی انکشاف بشری چه خواهد بود؟ و بالای اهداف انکشاف پایدار چه تأثیر خواهد داشت؟ همین حالا که ما صحبت میکنیم، ما رویکرد جدید را آغاز کردیم که من خوشبین هستم از طریق آن بتوانیم مفکوره های مفید و جدیدی را ارائه کنیم. گپ بسیار مهم این است که ساختن افغانستان و وصل کردن این کشور در تجارت با کشورهای منطقه یک گزینه برد برای همگی است. کار عملی پروژه های ریکا چه زمانی آغاز می شوند؟ اتاق های تجارت روز گذشته اعلام کرد پیش از آمدن من هم فعالیت های بسیار مثمر هم انجام شده است. حالا ما هر چیز را به اهداف انکشاف پایدار و اقتصاد صلح ارتباط می دهیم و ما حالا در حال ارزیابی آجندای ریکا روی این موضوع هستیم. شما فکر نمی‌کنین که شماری از پروژه‌هایی که توسط UNDP در افغانستان در حال تطبیق است یا از او پروژه‌ها حمایت میشه و بسیار کندی پیش میره؟ با این موضوع چقدر شما موافق هستید؟ من نمیتوانم زیاد موافق نباشم. پروژه‌هایی وجود دارد که بسیار مؤثر و مفید واقع شدند که نمیتوانستند سریع‌تر کار کنند
و مهمتر از آن می توانستند این پروژه ها نتیجه بخش هم باشند که مردم برآیند آن را احساس کنند و این مسئله است که در آینده که نمی دانم چه مدت را در بر خواهد گرفت روی آن تمرکز خواهیم کرد. آقای دارداری، چه فکر میکنین که ایجاد روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه چقدر میتواند روی اوضاع امنیتی افغانستان و گفتگوهای صلح تاثیرگذار باشد؟ اقتصاد فعلی افغانستان که این کشور را محصور کرده است انعکاس اقتصاد جنگ است و در عین حال امروزه علاقه هم به اقتصاد صلح است وجود ندارد، به خاطر که این اقتصاد جنگ است. آنها نیاز دارند ببینند که ساختن افغانستان در قدم اول. می خواهم روی این موضوع تاکید کنم که این بازی از صفر شروع شده نیست. فضای کافی برای هر یک وجود دارد که از آن می شود استفاده کرد و ماموریت ما به عنوان UNDP حمایت از ریکا و برجسته سازی این فرصت ها است. من مطمئن هستم که این مسئله روند صلح را هم کمک خواهد کرد، به خاطر که تمام همسایه ها در یک افغانستان صلح‌آمیز و شگوفا منافع مشترک خواهند داشت و این صلح را در افغانستان و در منطقه کمک خواهد کرد. All the neighbors will have an interest in a peaceful and prosperous Afghanistan that will help peace in Afghanistan and in the region. You talked about the war peace. در مورد اقتصاد جنگ گفتید. شما با هماهنگی شماری از سازمان‌های دولتی یک گروه از متخصصین و کارشناسان اقتصادی را برای گفتگو و تغییر اقتصاد جنگ افغانستان به یک اقتصاد صلح دعوت کردید. این تغییر چگونه ممکن است؟ Well, first of all, you know, everything starts with good analysis. Good knowledge. We need to know what. So, هر چیز با یک تحلیل و یک دانش خوب آغاز می شود. در قدم اول ما نیاز داریم که بفهمیم. بنابراین ما با هماهنگی وزارت مالیه، وزارت اقتصاد و ریاست احصایه گروهی از اقتصاددانهای را دعوت کردیم که در بخش اهداف انکشاف پایدار و اقتصاد کشورهای جنگ زده تخصص دارند. آنها برای 5 روز اینجا خواهند ماند و با وزیران مالیه، اقتصاد و مقام‌های این وزارتخانه ها و حتی باورت می شود یا نه با وزیر صحت عامه دیدار خواهند داشت، چون ما می خواهیم آنگونه شبیه سازی کنیم که بهترین راهکار را در بخش صحت که مطابق با چارچوب اقتصادی کلان افغانستان باشد دریابیم. پس از آن ما گزارش ارائه نخواهیم کرد. می خواهم بگویم که این آغاز یک روندی است که من به عنوان نماینده مقیم UNDP در افغانستان تلاش دارم بهترین متخصصان را در این کشور دعوت کنم تا همراه با سازمان‌های افغانستان با هم یک جا کار کنند و این چیزی است که ما در حال حاضر آن را چارچوب اهداف انکشاف پایدار در افغانستان می‌نامیم. با استفاده از این دانش و مطابق با این چارچوب و با حمایت ما، افغان‌ها می‌توانند برنامه‌های انکشافی دیگر را در دهه‌های آینده راه اندازی کنند. And will lead from that platform, they can develop with our help new programs for development in the next decade. چقدر شما در این مورد خوشبین هستین؟ My friend, for someone who's done 35 years of development. دوست من، برای کسی که 34 سال در بخش برنامه‌های انکشافی در تمام نقاط دنیا کار کرده، بحث خوشبینی و بدبینی وجود ندارد. این بحث مصمم بودن است. آیا ما مصمم هستیم یا نه؟ و من به شما اطمینان می دهم که ما مصمم هستیم و با آن که من کمتر از 3 ماه می شود که در افغانستان هستم، مردم این کشور مصمم هستند و وظیفه ما هم طبق توقعات آنها عمل کردن است. برنامه های آینده شما چیست؟ حالان که صحبت میکنیم، ما رو یک برنامه جامع برای حمایت از انکشاف دهات و سازگاری در تغییرات اقلیم کار میکنیم. همچنان در مورد تولیدات زراعتی، وضعیت آب و هوا و مالداری نیز برنامه هایی است که ما روی آن مصروف کار هستیم. ما مصروف کار روی یک برنامه انکشافی دیگر با FAO، ILO نیز هستیم و با هم یک جا کار میکنیم. حالا یک UN واحد وجود دارد، نه متفرق. ما با FAO، ILO برای توسعه برنامه های اشتغال زایی کار میکنیم و میخواهیم این برنامه را توسعه دهیم. ما در حال ایجاد یک پروژه جامع زیست محیطی توسط صندوق جهانی محیط زیست در افغانستان هستیم و نظری هم در بخش صحت از روزنه پالیسی خودمان داریم. شما میفهمین که هزارها پروژه های کمکی در بخش های صحت در حال حاضر در افغانستان وجود دارند. پرسش من اینجاست که آیا تمام اینها واقعا برای رشد صحت مردم عام افغانستان فعالیت میکنند؟ آنها فعالیت های خوبی دارند. ما به عنوان UNDP یا هماهنگی UNICEF، WHO،
UNFPA هدف ما این است که با هم دیگر یک جا شده و تاثیرگذاری این برنامه ها را بیشتر بسازیم. بنابراین برنامه مستند سال آینده ایمان باید پیش از سال آینده آماده باشد. ما تا سال آینده منتظر بوده نمیتوانیم. بنابراین برنامه های از حال به بعد آغاز می شود. با آرزو این که این برنامه ها از حال هم حمایت کنند، به ویژه زمانی که ما در حال طرح ریزی این برنامه ها هستیم. Okay, thank you, Mr. Dardari. As a last question, I would like to have تشکر آقای دارداری. خیلی سپاس. به عنوان پرسش اخیر، آینده اقتصاد افغانستان را چگونه می‌بینید؟ I don't want to be like reading from a crystal ball. می‌خواهم به شما بگویم که بودجه برنامه‌های انکشافی افغانستان در حال حاضر 20 میلیون دلار است. این کمتر از کشور لبنان است که تنها 4 میلیون نفوذ دارد. با توجه به مهارت‌های کارآفرینی این مردم و با توجه به احتمال وابستگی‌های منطقه‌ای و جهانی، من فکر می‌کنم که ما باید برای دوچند ساختن این رقم در 10 سال آینده صحبت کنیم و این یک هدف دوامدار است. سپاس از شما بینندگان عزیز هم که تا این دم همراه ما بودین. تا بعد، شب بر همه شما خوش.